اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته صبح تهران. خانم ها آقایان سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی همدانی هستم، این چشم انداز بامدادی بی بی سی است. بسیار خوش آمدید. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 382,000 نفر در سراسر جهان گذشته و بیش از 16,000 نفر هم درگذشتند. ایتالیا همچنان درگیر ویروس، بریتانیا در آستانه اوج گرفتن بیماری. در ایران شمار مبتلایان از 24,000 نفر گذشته. پزشکان بدون مرز که برای کمک به سیستم پزشکی ایران و احداث بیمارستان فوری به این کشور رفته بودند اخراج شدند. همزمان سازمان ملل متحد خواستار تسهیل تحریم ها علیه ایران شده. خواهیم پرسید آیا این مؤثر خواهد بود یا نه، و خواهیم شنید که آلمان یک فرد متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران را بازداشت کرده. فعلا ما گوش کنیم به مشروع تازه ترین خبرهای جهان از تهیه کننده برنامه فرج بالافکن. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. سلام و صبح بخیر. اندرو کومو فرمانده نیویورک میگوید که ویروس کرونا با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال گسترش در آن ایالت است. آقای کومو خواهان دریافت فوری تدارکات پزشکی شده. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده که آمریکا به طور بالقوه میتواند به کانون تازه اپیدمی در جهان تبدیل شود. سینا علی‌نژاد گزارش میدهد. آقای کومو گفت که نقطه اوج بیماری نه فقط بالاتر از پیشبینی هاست، بلکه زودتر از آنچه انتظار می رفت از راه می رسد، و هشدار داد که تدارکات ارسالی دولت فدرال برای نجات جان مردم به هیچ وجه کافی نیست. آمار ابتلا به ویروس کرونا در نیویورک اکنون از 25,000 نفر فراتر رفته و جان حداقل 210 نفر را گرفته است. آمار کل ابتلا در آمریکا تقریبا دو برابر نیویورک است. همزمان کارشناسان کاخ سفید ضمن ابراز نگرانی در مورد گسترش شیوع در شهر نیویورک به کسانی که از این شهر خارج شدند توصیه می کنند خود را برای 14 روز قرنطینه کنند. در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 24,000 نفر رسید و با تایید مقام‌های ایران تاکنون 1,934 تن جان خود را از دست دادند. همزمان سازمان پزشکان بدون مرز از اقدام حکومت ایران در اخراج این گروه ابراز تعجب کرده. قرار بود این گروه برای نجات مبتلایان به کرونا بیمارستان صحرایی در آن کشور احداث کنند. در همین حال مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که 240 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند که شمار کل قربانیان را به 1,100 نفر میرساند. فرانسه بعد از چین، ایتالیا، ایران و اسپانیا پنجمین کشوری است که آمار مرگ در اثر ابتلا به ویروس کرونا در آن از 1,000 نفر فراتر رفته. وزارت بهداشت افغانستان هم اعلام کرده که 32 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده. به این ترتیب مجموع افراد مبتلا به این ویروس به 74 نفر افزایش یافته. همزمان ناتو اعلام کرده که 4 سرباز خارجی که تازه وارد افغانستان شده بودند به ویروس کرونا مبتلا شدند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. پس از تقریبا یک ماه از ثبت نخستین موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، این نخستین بار است که در 24 ساعت بیش از 30 موارد مثبت ویروس کرونا ثبت می شود. این آمار بیانگر شیوع نسبتا گسترده در افغانستان است. تمامی موارد مثبت جدید ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده. هرات در غرب افغانستان هم مرز با ایران است که روزانه هزاران نفر از این مرز وارد افغانستان می شوند. و میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که با توجه به تاثیر تحریم‌های گسترده بر بخش بهداشت و حقوق بشر در کشورهایی که با اپیدمی ویروس کرونا روبرو هستند، این تحریم‌ها باید فوراً مورد ارزیابی قرار گیرد. او گفت حیاتی است تا از فروپاشی سیستم بهداشتی کلی کشورها جلوگیری شود، چون میتواند تاثیر مهیبی داشته باشد. صبح ششمین روز از فروردین. همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. علی همدانی هستم از لندن آفتابی و بهاری. امیدوارم حال و احوال شما هر کجایی که هستید خوبه در این روزگار که همه توجه جهانی یک جاست به ویروس کرونا، در حالی که سازمان بهداشت جهانی از احتمال تبدیل آمریکا به کانون بعدی ویروس کرونا صحبت کرده. دونالد ترامپ با ابراز تمایل به رفع محدودیت‌های آمده شد و بازگشایی بخش‌های از تجارت آمریکا جنجال آفریده. ویروس کرونا در چند ایالت آمریکا با سرعت در حال گسترش است. تا سه شنبه بعد از ظهر به وقت محلی تعداد مبتلایان تایید شده به این ویروس در آمریکا بیش از 53,000 نفر اعلام شده و دست کم 696 نفر هم بر اثر ابتلا به آن جانشان را از دست دادند. میانوش پورتوی خبرنگار ما از واشنگتن و این گزارش.
ایالت نیویورک حالا کانون گسترش ویروس کرونا در آمریکاست. تعداد بیماران مبتلا به این ویروس در نیویورک از ایالت‌های دیگر آمریکا بیشتر است. نیمی از مبتلایان در کل آمریکا در این ایالتند و تا کنون دست کم 210 نفر در این ایالت قربانی ویروس کرونا شدند. فرماندار نیویورک از عملکرد دولت فدرال و رئیس جمهوری آمریکا انتقاد دارد. به گفته آقای کومو، فرماندار نیویورک، ویروس با سرعت فوق‌العاده‌ای در این ایالت در حال گسترش است. او معتقد است دولت که وعده فرستادن 400 دستگاه تنفس مصنوعی به نیویورک را داده، متوجه ابعاد بحران نیست. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با ابراز تمایل به بازگرداندن کشور به وضعیت عادی تا 3 هفته دیگر، چهره رهبری را از خود نشان داده که بحران کرونا را چندان جدی نمی‌بیند. فرماندار نیویورک هشدار داده هر اتفاقی در نیویورک بیفتد، کالیفرنیا و ایلینوی هم در نوبت بعدی خواهند بود. نیویورک در حال بررسی تبدیل خوابگاه‌ها و هتل‌ها به بیمارستان‌های موقتی است. در حال حاضر 17 ایالت آمریکا دستور خانه نشینی صادر کردند و قانونگذاران آمریکایی هنوز در حال بررسی تدابیر لازم برای کاهش تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا هستند. در آن سوی جهان، هند دومین کشور پرجمعیت جهان اعلام قرنطینه 21 روزه کرده. ناریندرا مودی، نخست وزیر هند، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته مردم این کشور نباید خانه های خود را در این 21 روز ترک کنند. او از مردم خواسته وحشت زده نشوند، اما شهروندان هند مثل بسیاری کشورهای دیگر از ترس عدم دسترسی به مایحتاج روزانه فروشگاه ها را خالی کردند. آقای مودی وعده داده 2 میلیارد دلار برای بهبود سیستم درمانی هند بودجه در نظر گرفته. هند یکی از تازه ترین کشورهایی است که به فهرست طولانی کشورهای درگیر با کرونا پیوسته. کشورهایی که دیر یا زود مجبور به اعمال محدودیت‌های شدید برای کنترل گسترش ویروس شدند. نزدیک به 400 هزار نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند و نزدیک به 17 هزار نفر جانشان را از دست دادند. اروپا هنوز کانون اصلی پندمی کرونا است. روز سه‌شنبه آمار تلفات یک روزه اسپانیا 514 نفر افزایش داشت. ایتالیا تا این لحظه بیشترین تلفات از ویروس کرونا را در جهان داشته. تنها در ماه گذشته 7000 نفر در این کشور قربانی این ویروس شدند. میشل بشلت، کمیسار عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با نام بردن از ایران، کوبا و ونزوئلا، خواستار کاهش تحریم علیه این کشورها شده تا بتوانند با بحران کرونا مقابله کنند. خانم بشلت در این حال به کشورهای تحریم شده مانند ایران توصیه کرده راه شفافیت در پیش بگیرند و کمک‌های بین‌المللی لازم برای نجات شهروندانشان را بپذیرند. مهنوش پورتیه گزارش میداد در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 24 هزار نفر رسیده و آنطور که دولت میگوید 1934 نفر هم درگذشتند. آماری که البته آنطور که برخی میگویند مغایر است با واقعیت ها و شواهد. همزمان پزشکان بدون مرز از اقدام ایران در اخراج این گروه ابراز تعجب کرده. قرار بود این گروه برای نجات مبتلایان به کرونا بیمارستان صحرایی احداث کند، طوری که بعد از اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای و مطرح کردن امکان ساخت آمریکا بودن ویروس کرونا لغو شد. از همکارم مریم افشنگ بشنوید از پزشکان بدون مرز که به ایران دعوت شده بودند تا پزشکان ایرانی را کمک کنند اما اخراج شدند. توییتی از آقای علیرضا وهاب‌زاده منتشر شد، مشاور وزارت بهداشت، که در اون توییتیشون گفته بودن که فعلا احتیاجی به برپایی تخت بیمارستانی نیست. این در حالیه که خیلی از مقامات و به خصوص مقامات انتظامی ایران مدام دارن از بیمارستان‌های صحرایی و این چیزها خبر میدن که باید، و خود کادرهای درمانی و پزشکی میگن تخت ندارن و نیاز به تخت‌های بیشتر برای بیمارستان هست. مذاکراتی که در واقع بی بی سی داشته با سازمان پزشکان بدون مرز، اونها گفتن که فعلا منتظر تایید رسمی هستن که ببینن چی کار باید بکنن، ولی در هر صورت
در واقع اون عملیات متوقف شده و اظهار نظرهای مقامات هم متفاوت بوده، ولی کلن میگن که کشور نیازی به کمک خارجی نداره. این در حالیه که ما داریم میبینیم که تو روزهای گذشته خود شخص آقای روحانی مدام به بحث تحریم‌ها اشاره میکنه و اینکه همین تحریم‌ها کلی مشکلات رو دامن زده و اینکه اجازه اینکه دیگرانی بتونن کمک کنن در این شرایط به ایران رو نمیده. و خب از طرفی هم میبینیم اگه کسانی میخوان که کمک کنن دچار مشکلات از این دست میشن. مریم افشین بود. اما اجازه بدید که با دکتر محمد کاظم عطاری صحبت بکنیم، پزشک عمومی و محقق که از شهر واشنگتن با ما هستند در آمریکا. آقای دکتر وقت شما بخیر. شاهد سختگیری های بیشتری در سراسر جهان هستیم. با این همه مثلا در یه جایی مثل ایتالیا یا اسپانیا یا فرانسه، چرا آمار جهان لحظه به لحظه داره بدتر میشه؟ خب ایتالیا به دلیل مشکلات اولیه‌ای که در برخورد با ویروس داشت، از جمله اینکه کانون‌های انتشار بیماری بسیار متعدد بودند و در آن واحد تعداد زیادی کانون شروع به فعالیت کردند. نکته دیگه این که اول در مراحل اولیه اینها جدی نگرفتن و حتی بعضیاشون مثل انگلیس اصلا اعلام کردن که ما روش مقابله نخواهیم داشت تا همه بگیرن، و زمانی متوجه این مشکل شدن که در واقع بیماری منتشر شده بود. حالا اقدامات سختگیرانه‌ای که اکنون ما میبینیم یا طی هفته گذشته در واقع شروع شده، نتایجش بین 1 تا 2 دوره بعد از دوره کمون این بیماری خودشونشون میده، یعنی حداقل بین 14 روز تا 1 ماه بعد نتایج این قرنطینه ها رو ما خواهیم دید. و اینهایی که الان ما داریم میبینیم در واقع نتیجه اون ندانم کاری ها و تأخیر در تصمیم گیری مسئولان حکومتی اون کشورها هستن که الان هم شیوع بالای بیماری رو داریم میبینیم و همین که سیستم درمانی شون آمادگی نداره و میزان مرگ و میر خیلی بالا هست. آقای دکتر، در بریتانیا که سختگیری ها، البته دولت میگه که زودتر از سایر کشورها در مرحله‌ای که آغاز کرده زودتر بوده، به نظر شما آیا گسترش کمتر خواهد بود یا نه؟ به هر حال اینجا هم روز گذشته جهشی داشتیم در شمار آمار، 87 نفر در یک شبانه روز در 24 ساعت درگذشتند. بله، همونطور که عرض کردم این جهش ها برمیگرده به نتایج عملکرد دولت طی 2 هفته تا 1 ماه گذشته. اون زمانی که آقای جانسون اعلام کردند که ما رویه‌مون این هست که همه مردم یا حداقل 70% بگیرن تا اون ایمنی ایجاد شه، و زمانی که محققین در واقع ایشون رو قانع کردند که باید برگردید به روش های علمی و این قرنطینه و سختگیری ها شروع شد، عرض کردم نتایجش خب در هفته های آینده خودش رو بروز نشون خواهد داد. به نظر میرسه که با توجه به اقدامات سختگیرانه ای که طی 1 هفته تا 10 روز گذشته در انگلیس انجام شده، حداقل انگلیس شرایطی مثل اسپانیا و ایتالیا نداشته باشه و ما انتظار این رو داریم که کنترل بهتری در واقع صورت بگیره. کجای کار هستیم در ایران آقای دکتر؟ به خاطر اینکه آماری که میاد کمی متغیر هستش وقتی نسبت ها و درصد ها رو مقایسه میکنید با سایر نقاط جهان، از شیوع و گسترش شیوع بیماری و ویروس در ایران هم داره حدود 2 ماه میگذره. به نظر شما ایران کجای کار الان؟ واقعیت چین است که ایران ویروس رو به حال خودش رها کرده، یعنی داره رویه، اگر ما بخوایم مطالعات بعدی طی سالهای آینده در نظر بگیریم، همه دنیا رو باید جدا در نظر بگیریم، ایران رو هم جدا، و ببینیم فعالیت ویروس وقتی هیچ اقدامی انجام نشه چه کار خواهد کرد. در ایران اقدامات تنها روی کاغذ هست و تنها با حرف هست. در مورد آماری که اعلام میشه، اولا این آمار به تعداد کیت‌هایی هست که اینها دارن. اگر ملاحظه بفرمایید طی هفته گذشته تقریبا آمار روزانه مشابه بوده، یعنی اگر 1000 نفر اینا مبتلا اعلام میکردن، مبتلای جدید، دقیقا برابر با تعداد کیت ها بوده. این به معنای تعداد مبتلایان نیست. در نتیجه آماری که ما در مورد ایران داریم واقعا غیر واقعی است، همونطور که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود. اما دورنماش به چه شکل باشه، به نظر میرسه با همه‌گیری هایی که در شهرهای مثل قم، گیلان و جاهای دیگه اتفاق افتاده، باید روند نزولی طی ماه‌های آینده انتظار داشته باشیم که اتفاق بیفته در ایران. سپاسگزارم آقای دکتر، امیدوارم که سلامت باشید و
سال خوبی داشته باشید. فراموش کردم سال نو رو بهتون تبریک میگم. من مدام سال نو رو تبریک میگم که یادمون باشه در روزهای نوروز هستیم. اینقدر خبرها زیاد هست برخلاف همه این سالهای گذشته که اصلا حس و حال نوروزی نداریم. به هر حال بیاین از نوروز صحبت بکنیم. امروز میخواستم برخلاف همه روزهای گذشته از شما بخوام که تعریف بکنید در این روزها چه میکنید و امیدوارم که در منزل مونده باشید. در منزل حال هوای نوروز چطور هست؟ با ما تماس بگیرید. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام. لطفاً حتما ولو شده یک خطم برای ما بنویسید. حتما دوست دارم که از نوروز شما، نوروز 99، آخرین نوروز قرنی که گذشت بپرسم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. تکرار میکنم بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام. یک دادگاه عالی در آلمان مترجم ارتش آن کشور را که متهم بود به ازای دریافت پول برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می‌کند گناهکار شناخت و به 6 سال و 10 ماه حبس محکوم کرد. این مترجم افغانستانی آلمانی عبدالحمید سین نام داشت. او مشاور فرهنگی در یک پادگان ارتش آلمان بوده. مرتضی رئیسی خبرنگار در آلمان و این گزارش. دادگاه عالی شهر کوبلنز جرم عبدالحمید سین را خیانت به کشور اعلام کرد و همسر او را به عنوان همدستی در خیانت محکوم کرد. طبق رأی دادگاه آقای عبدالحمید شهروند آلمان و افغان تبار است و چون به عنوان مترجم در استخدام رسمی ارتش آلمان بود، به یک رشته از اطلاعات سری نظامی در مورد فعالیت‌های ارتش آلمان به ویژه در افغانستان و خاورمیانه دسترسی و آگاهی داشته است. به گفته سخنگوی دادگاه عالی ایالتی کوبلنز، به همین علت بخش عمده از جلسات دادگاه به طور غیر علنی جریان داشت و سرانجام برای دادگاه ثابت شده که عبدالحمید سین به مدت 4 سال برای یک سازمان اطلاعاتی ایران جاسوسی می‌کرده و در قبال دادن اطلاعات سری ارتش آلمان به ایران دستمزد دریافت می‌کرده که مدارک آن در اختیار دادگاه است. بر اساس مدارک موجود این مترجم اطلاعات خود را از جمله از راه دیدار با مأموران ایرانی در نقاط مختلف اروپا در اختیار ایران قرار می‌داده است. همسر این آلمانی افغان تبار نیز در این فعالیت‌ها نقش داشته است. این مترجم ارتش آلمان به عنوان خیانت به کشور در موارد حساس به 6 سال و 10 ماه حبس محکوم شد. همسر او نیز به عنوان همدستی و آگاهی از فعالیت‌های جاسوسی به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. بنابر اسناد دادگاه آقای عبدالحمید در ازای فعالیت‌های جاسوسی برای ایران حدود 24 هزار یورو دریافت کرده و این زن و شوهر به خاطر اعتراف به جرائم خود و همکاری نزدیک با دادگاه از تخفیف کلی، یعنی در حدود 50% در میزان مجازات برخوردار شدند. مرتضی رئیسی از بن آلمان گزارش میداد. اما اجازه بدید که مانند همه روزهای گذشته امروز هم همراه بشیم با مسعود بهنوت برای مرور شماره‌های نوروزی مجله‌ها. بخش اول مرور رو گوش کنید. بررسی مجلات نوروزی رو اختصاص بدیم در این بخش به اندیشه پویا. اندیشه پویا روی جلد خودشو داده است به احمدرضا احمدی به خاطر اینکه به 80 سالگی نزدیک میشه و اصلا به او نمیاد، ولی در گفتگوی شهر میده که چه حال احوالی داره. بسیار از مجلاتی که در نوروز منتشر شدند، حالا به دلیل اینکه ممکن از نظر زمانی نرسیده باشند و هم به دلیل اینکه ترجیح دادن که شماره نوروزی خودشون رو بدون اشاره به فاجعه تا اون عصر اختصاص بدن، بنابراین از کنار کرونا گذشتند. اما اندیشه پویا این کار نکرد، بلکه رضا خودسر رحیمی سردبیر در سرمقاله خودش از تا اون عصر جدید نوشته و شروع کرده است به این که امسال سال سختی بود با فاجعه ها و درد ها و سوگواری های پایان نیافته و حالا هم کرونا آینه است که زشتی ها و ناکارآمدی های ما رو پیش رومون میگذاره، اما نمیشه تسلیم ناامیدی شد. و همین مقاله که اینطوری شروع میشه،
به اینجا به پایان میرسه که در همین شهر تا اون زده ما تا روزهای دیگر جوانه ها باز میشن، شاخه ها سر بر میآورند، از پنجره ها خواهیم دید که کودکانی که در کوچه همدیگر را صدا میزنند و میخندند از پی هم نفس نفس زنان میدوند. امیدواری است که بلافاصله بعد از اینکه سردبیر میگوید هم در چند مقاله تکرار میشه، به خصوص یک فصلی به این موضوع اختصاص داده که از اون فصل میشود انتخاب کرد نوشته ای از بابک احمدی رو که با جمله از اسپینوزا شروع کرده و بعد میرسه به اینجا که این امید که ما ناچار ازش هستیم باید به وجود بیاد از کجاها عبور میکنه تا امید حاصل میشه. و به این ترتیب جا که میگوید که امید همراه هست با مسئولیت و دلهره، امید همراه هست با شجاعت در گزینش، تصمیم گیری و کنش، امید نیروی دگرگون کننده اهداف ماست چون همراه با فهمی از شرایط موجوده که میتونه عوض بشه، امید بنا به موقعیت ها، امید به موارد متفاوتی است اما همواره مطرح و همواره با ماست. اما بخشی که گزارش ویژه مجله تشکیل میده و روی جلد عرض کردم که اومده زندگی احمدرضا احمدی است. احمدرضا که عکس جوانیش روی جلد هست و هنوز که هنوزه در خاطر و خیال ما جوان هست، ولی یه گزارشی از زندگیش فراهم کرده علی بزرگیان که خیلی خواندنی است. عبدالوهاب احمدی، امید روحانی، آیدین آقداشلو، ناصر زفاریان و ناصر زراعتی هر کدام به دلیلی، به دلیل اینکه مثل آقای عبدالوهاب احمدی فامیل یا مثل آیدین دوست سالیان سال او هستند. یه همین اول بگم که یک تفسیری میده احمدرضا احمدی راجع به خاندان خودش. میگه خاندان احمدی 5 نسل رو تا حالا تجربه کردن. نسل اول بزرگ دودمان زردشتی بود. نسل بعدی که ساکن کرمان شدن همشون روحانی شدن. دایی پدر بنده یکی از بزرگترین مراجع تقلید زمان خودش بود که اسمش و شهرش هم در تاریخ مشروطه کسروی اومده. نسل بعدی احمدی ها همه توده‌ای شدند و نسل بعدی که ما باشیم همه اهل ادب و فرهنگ شدند. فرزندانمون هم از نسل پنجم در کار طرب هستند. اشاره میکنه البته ماهور دخترش الناز محمدی گزارشی داره درباره رنج‌های بازماندگان. گزارش خوبی است. روایات کمتر گفته شده درباره 5 حادثه جمعی که در سالی که گذشت اتفاق افتاد و این رو از زبان قصه مانندی بیان میکنه و اول شروع میشه با لیله خانم افتاده و تی چاله و هیچ نمیتونه گپ بزنه، از هر طرف که میره دیواره، دستای زیادی میان داخل که او رو ببرند، او دست دادن نمیتواند، جانش ملول است و هیچ نمیفهمد کجاست، نمیداند این سیاهی از کجا آمده، چرا ابرهای بالای چاله تکان نمیخورند و مدام به صورت پر اشک و آب میریزند. به این ترتیب قصه شروع میشه. لیلا خانم ها این روزها زیاد نمیرند قبرستان و او در همین جا میبره به حوادث تلخی که گذشته است و یاد میکنه از گذشتگان با همین بیانی که دیدین، بیان به طور نسبی رومانتیک. و بعد بخشی کتاب کوچه اندیشه پویا میاد که بخشی است که خودش به اندازه یک مجله بزرگ و کافی هست و این دفعه هم روی جلدش سعید عجاریان به خاطر کتابی که از او منتشر شده، شاه در شطرنج زندان. با هم نگاهی گذرا کردیم به اندیشه پویا. دیرتر باز هم به مسعود بهنود باز خواهیم گشت. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. کمی مانده به نیمه راه هم گوش کنید به سرخط چند خبر. فرماندار نیویورک میگوید که ویروس کرونا با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال گسترش در آن ایالت است. آقای کومو خواهان دریافت فوری تدارکات پزشکی شده. در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 24,000 نفر رسیده و با تایید مقام‌های ایران تاکنون 1,934 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. همزمان سازمان پزشکان بدون مرز از اقدام حکومت ایران در اخراج این گروه از این کشور ابراز تعجب کرده. و در این ششمین روز از نوروز دمای هوای لندن، حالا که با شما صحبت میکنم، 3 درجه است بالای صفر، اما همچنان آفتابی خواهد موند. آفتابی که بهتون میگم آفتابی شفاف، شاید سالها بود من همچنین آفتابی در این شهر ندیده بودم. تهران حالا 8 درجه است بالای صفر، تبریز 6، مشهد 5، رشت 8، بندر عباس 16، کابل بارانی و 7، مزار شریف 11، هرات 7 و دوشنبه 11 درجه است بالای صفر. در ادامه چشم‌انداز بامدادی به مجموعه های نوروزیمون میرسیم و البته مانند هر چهارشنبه سراغ جدول پرفروش‌ترین ترانه‌های پاپ بریتانیا هم خواهیم رفت. I'm just a loser.
این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می‌شود. سعدی شیرازی، شیرازه و همکارم سام فرزانه. شیرازه، ورقی از گلستان سعدی. زبان ما و تفکر سعدی. سلام، بیایید تصور کنیم پروژه جدید و خوبی در محل کارتان شروع شده. دل توی دلتان نیست که در آن وارد شوید. میخواهید بروید و به رئیس بگویید که آقای رئیس یا خانم رئیس، من به خاطر فلان تجربه و بهمان دانشی که دارم دوست دارم در این کار جدید مشارکت کنم. لطفاً من را در خاطر داشته باشید. اما از اونجا که نمیخواهید بیگدار با آب بزنید، با دو نفر مشورت میکنید. مثلا نفر اول مهدی خلجی نویسنده. آره حتما این کارو بکن به نظر من، چون همونطور که تظاهر کردن به داشتن چیزایی که آدم نداره بد هست، بیان صریح و دلیرانه توانایی های آدم بعضی جاها نه تنها خوب هست که خودش یک فضیلته، یک ضرورته. نفر دوم اما میگوید نه عزیز من، آخه این چه کاریه؟ به قول سعدی مشکان است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. نظر فکر کنن خیلی از خودت متشکری. توصیه این نفر دوم که نقشش را شبنم طلویی بازی کرد، دست و دل ما را میلرزاند. نمیلرزاند؟ یکم که میلرزاند. چرا؟ چون نفر دوم حرفش را به ضرب المثل مسلح کرده. وقتی ما میگیم یک حرفی ضرب المثل، یعنی اینکه پیشینیان ما، همون بزرگان و مشایخی که سعدی میگه، اینا بهش اعتقاد داشتن. پس چون بزرگان ما اعتقاد داشتن، پس این سخن درسته. سعدی در گلستانش سخنان نقضی که ضرب المثل شدن زیاد دارد. غلام حسین یوسفی در مقدمه‌ای که بر تصحیح خود از گلستان سعدی نوشته، آورده که در گلستان بیش از 400 جمله و بیت میتوان یافت که در زبان فارسی حکم مثل پیدا کرده، خاصه در زبان اهل علم. بخش قابل توجهی از این جملات و بیت ها در باب هشتم گلستان جمع شده است که توصیه پشت توصیه است. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. آن تهی مغز را چه علم و خبر، که برو هیزم است یا دفتر. مهدی جامی نویسنده از هنر ایجاز سعدی در باب هشتم گلستان و کل این کتاب اینطور میگوید: سعدی تلاش میکنه که به اون جمله های طلایی برسه که همه ما تجربهش کردیم، اما اون رو فرمولش نکردیم. تقریبا همه شاعران دیگه هم این کار رو میکنن. یعنی ما به این دلیل با شاعران و با نویسندگان ارتباط برقرار میکنیم که اونها تجربه ما رو فرموله میکنن، کوتاه میکنن، به شکل گزیده و یا در بهترین بیانش ارائه میکنن. به این ترتیب ما با مجموعه ای از دستورالعمل‌های روبرو هستیم که در حدود 656 هجری قمری در میان ایرانیان خریدار داشته است. اما تجربه چندین قرن زندگی ما بعد از نگارش گلستان چه میشود؟ آیا ما هنوز باید با دست فرمان سعدی در زندگی برانیم؟ خبری که دانی که دلی بیازارد، تو خاموش تا دیگری بیارد. بلبلا مژده بهار بیار، خبر بد به بوم بازگذار. مژگان قاضی راد، نویسنده و پزشک. من خودم به عنوان کسی که پزشک نویسندم، اولین کاری که میکنم این هستش که اگر خبر بدی دارم همیشه با بیمارانم در میون میذارم و فکر میکنم این راه درستیه. ولی میبینیم که در جامعه ما هیچ وقت هیچ کس دوست نداره خبر بدو برسه. یا این جایی که میگه مشورت با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه. <تص->
حالا سوال اینجاست که این حکمت ها چقدر در زندگی امروز ما جاری هستند؟ مهدی خلجی از ربط زبان با اندیشه میگوید. زبان در حقیقت هم ابزار بیان اندیشه است و هم ابزار اندیشیدن هست. یعنی ما با زبان می اندیشیم و بدون زبان نمیتونیم بیاندیشیم و از راه زبان اندیشه همدیگر هم میفهمیم. او میگوید که کلمات و معانی آنها سالیان سال پیش از ما ساخته شدند. تمام جهان بینی، تمام خودآگاهی که من دارم محصول این زبان، این زبان رو به ارث بردم. به این مفهوم هست که یک بخش عمده ای از فرهنگ از راه زبان منتقل میشه و اتصال من با پدرانم، اتصال من با سنتم، پیوند من با تاریخم از طریق زبان انجام میشه. اگر زبان نباشه من احساس میکنم که در حقیقت بریدم و بیریشم. سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست. سعدی در فرموله کردن حکمت آن زمان و انتقالش به ما یکی از موفق ترین نویسندگان و شاعران است. مهدی جامی راز این ماندگاری را در زبان سعدی می‌یابد. فرهنگ ما فرهنگ شعر، یعنی حکمت زندگی ما در شعر ما منعکس شده. گلستان سعی کرده که این حکمت رو در یک نثر آهنگین بریزه و بیان بکنه. آقای جامی میگوید این شیوه نگارش پیش از سعدی هم مثلا در آثار خواجه عبدالله انصاری سابقه داشته است. تو خواجه عبدالله قرار نیست ما اینا رو از حفظ بکنیم. صرفا روانی و زیبایی یک نیایشی هست. اما در سعدی طوری اینها فرموله میشه و طوری کوتاه و گزیده گفته میشه که واقعا به ذهن میمونه تا حکمتی باشه که بشه مرتب بهش برگشت و به او ارجاع داد. نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست، ولیکن شنیدن رواست، تا به خلاف آن کار کنی که آن عین ثواب است. حذر کن زان چه دشمن گویدان کن، که بر زانو زنی دست تقابون. ببینید، یک جمله است و یک بیت شعر، تازه خود جمله هم آهنگین است. مهدی خلجی میگوید پیش از آن که گوتنبرگ دستگاه چاپ را اختراع کند، نویسندگان از جمله سعدی ناگزیر بودند طوری بنویسند که حتی اگر نسخه های بجا مانده از کتابشان کم باشد، انتشارش به صورت سینه به سینه ادامه یابد. راهش هم نوشتن به زبان آهنگین بوده. ملت هم این نوشته ها را از حفظ می کردند. اما ایراد کار کجاست؟ این یه شکل خاص از اندیشیدنم میاره با خودش. یعنی که فرهنگ شفاهی یه عقل شفاهی هم پشتش هست، یه منطق شفاهی هم پشتش هست. اون طرف فرهنگ نوشتاری یک عقل نوشتاری و یک منطق نوشتاری هم پشت سرش هست. آقای خلجی از نقش آرایه‌های ادبی در فرهنگ شفاهی میگوید. اینها جای استدلال رو میگیرن یا حداقل جای اندیشیدن انتقادی رو میگیرن. او میگوید که در فرهنگ نوشتاری چون ما سر و کارمان با شکل کلمات است، کمتر مقهور زبان میشویم و با دید انتقادی به متن مینگریم. و حالا بشنویم که مهدی خلجی برای مطالعه بیشتر درباره تفاوت دو زبان مدرن و کلاسیک یا نوشتاری و شفاهی چه توصیه‌ای دارد. یک کتابی که خیلی کوچیکه، به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه خوبی هم شده، درجه صفر نوشتار هست، مال رولان بارت به ترجمه خانم شیرین دخت دقیقیان، انتشارات هرمس، سال 1393 در تهران. و این نکته که گفتم راجع به این که تفاوت بین زبان کلاسیک و زبان مدرن و اینکه این دو تا زبان چگونه دو نوع اندیشیدن رو بازتاب میدن، اینو در یک قطعه‌ای که در وسط کتاب هست رولان بارت خیلی خوب توضیح داده، اگه کسی علاقه داشته باشه. در برنامه بعدی شیرازه از نگاه سعدی به زنان میگوییم و سعی میکنیم به جای مقهور شدن در قدرت کلام سعدی به اندیشه پشت نوشته هایش بنگریم.
در این شیرازه هم از نوای ستار فرج بالفکن استفاده کردیم. تهیه کننده برنامه هم من سام فرزانه بودم. نقطه چسبید. بریم سراغ خبرهای ورزشی. بشنوید خبرهای ورزشی امروز صبح رو با همکارم پویا شافره. اخبار ورزشی رو ما شروع میکنیم از خبر بسیار مهم عقب افتادن بازی های المپیک 2020 توکیو با تصمیم مشترک کمیته برگزار کننده دولت ژاپن و همینطور کمیته بین المللی المپیک با یک سال تاخیر در تابستان سال 2021 برگزار خواهد شد، ولی از اون عقبتر نمیره. البته این رو بر این اساس دارن میگن که تا اون موقع بحران به پایان رسیده باشه. همه امیدوارن که هرچی سریعتر این بحران جهانی ویروس کرونا به پایان برسه. تصمیمی که خیلی طول کشید تا اعلام بشه به صورت رسمی، از قرار معلوم پشت پرده بین وکلای این دو سازمان برگزار کننده و کمیته بین المللی المپیک توافق ایجاد شده، همینطور بین حامیان مالی، شبکه‌های تلویزیونی و وکلای طرفین دیگه تا به یک راه حلی رسیده باشن. شرایط غیر عادی هست و البته الان برگزار شدن بازی های 2021 میتونه رو مسابقه های دیگه هم تاثیر زیادی بذاره. مثلا مسابقه سال 2021 قهرمانی جهان کشتی دیگه معلوم نیست که طبق برنامه قبلی توی همون تابستون برگزار بشه، شاید هم منتقل بشه که به یه تاریخ دیگه ای. خلاصه بعد همه یه جوری برنامه های خودشون رو عوض بکنن تا با این شرایط جدید کنار بیان. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن وقتی که تماس گرفته بوده با توماس باخ رئیس آلمانی کمیته بین‌المللی المپیک و گفته که این پیشنهاد رو مطرح کرده بود، آقای باخ گفته بوده که 100% موافقه که بازی های المپیک در تاریخ دیگه برگزار بشن. خبر دوم ما در مورد مبارزه عجیب UFC هست که روز 30 فروردین ماه قرار بود در نیویورک برگزار بشه. مسابقه ای که حبیب نورمحمدوف از داغستان روسیه مقابل تونی فرگوسن از آمریکا قرار می گرفت. این یکی از مهمترین مسابقه های مبارزه های تاریخ ورزش های رزمی یا هنرهای رزمی ترکیبیه. 4 بار تا به حال این دو نفر خواسته بودن که با هم دیگه مسابقه بدن، این اتفاق نیفتاد. 2 بار به دلیل مصدومیت هایی که برای حبیب نورمحمدوف پیش اومد و 2 بار هم برای مصدومیت هایی که یا بیماری هایی که برای تونی فرگوسن پیش اومد. حالا حرف جالبی زده، گفتن که تمامی مسابقه های دیگه اون شب 30 فروردین مبارزه های دیگه کنسلن، این یکی ولی برگزار میشه. در نیویورک هم که نمیتونه برگزار بشه، میدونید که الان شرایط نیویورک شرایط بسیار حادی است، یکی از مراکز بحرانی ویروس کرونا تبدیل شده. 1/3 کل مبتلایان آمریکا در نیویورک هستن و همه میدونن که چقدر این شهر با تراکم جمعیتی بالایی داره، بنابراین نیویورک اصلا منتفیه و خب به طب در جاهای دیگه آمریکا هم بعید به نظر میرسه. من یک مقاله رو میخوندم که 4 محل برگزاری جدید صحبت شده راجبشون. دانا وایت رئیس سازمان UFC وقتی که صحبت کرد گفت مسابقه برگزار خواهد شد ولی که هنوز جای جدیدش رو اعلام نمیکنه، یا اینکه تصمیم گرفته نمیخواد به بقیه بگه. الان جایی که فکر میکنن که مبارزه برگزار میشه یکی ابوظبیه، یکی شانگهای در چینه که این خودش اتفاق عجیبی میتونه باشه. مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک یک جای دیگه است که در نظر گرفته شده، بعضی صحبت میکنن. اما یه جایی که به نظر میرسه بیشتر از بقیه احتمال برگزاری اون وجود داشته باشه، در نزدیکی جایی که خبیب نورمحمدوف هست، بندر کازان یا قازان در روسیه است، جایی که در جام جهانی هم تیم‌های ایران و اسپانیا با اون در اونجا بازی کردن. ممکنه که اونجا جایی باشه که برگزار بشه. اگر که آمار مبتلایان ویروس کرونا روسیه
دقیق باشه. خب الان این کشور با وجودی که بزرگترین کشور دنیاست از نظر وسعت، تعداد مبتلایانی که داره از یک کشور بسیار کوچک مثل لوکزامبورگ هم کمتره و هنوز به اون صورت اصلا مرگ اعلام نشده در روسیه. بنابراین روسیه میتونه جز جاهایی باشه که همچنان احتمال برگزاری مسابقات ورزشی در اون وجود داره و همونطور که میدونید تا همین هفته پیش هم لیگ فوتبالش ادامه داشت. نوبت بخش دوم مرور مجله های نوروزی است با مسعود بهنود. بررسی مجلات نوروزی رو اختصاص بدیم به همشهری داستان که ترکیب جدیدی پیدا کرده است. اسامی آشنایی توشون میبینیم: شورای سردبیری، هادی تقی‌زاده، شهریار وقفی پور، احمد ابوالفتی، هر سه تا آشنا. و بعد مشاورانشون هم مهدی افشارنیک قصه نویس، افشین شهنتوار ناشر. و به این ترتیب یه گروه حرفه‌ای وارد صحنه شدند و یک نشریه خوب درست کردند که اولیش شروع میشه با بودن که آقای ابوالفتی نوشته برای آنها که به درد میخندند. و بعد اشاره میکنه به اینکه چه چیزهایی در نوروز در ذهن آدم، ادب نوروز اصلا، لباس نو پوشیدن، رفتن خونه بزرگترها و ایشون به خصوص اهل نهاوند است به نظرم، اشاره میکنه به چنارهای نهاوند که به اونجا میره. ولی به یاد میاره که یک موضوع دیگری هم هستش که جاودانه است و اون رفتن و نشستن و خیره شدن به حافظ و گوش دادن موسیقی. و اینجاست که شجریان به یاد میاد تصنیف یا آواز فرقی نداشت، مهم گم شدن در پیچ و واپیچ تحریرهاش. به این ترتیب مجله شروع میشه. همین اول یک آسی به زمین میزنه و اون آس نوشته است از هوشنگ مرادی کرمانی. چرا که می‌دونید در سال گذشته آقای مرادی کرمانی اعلام بازنشستگی از نویسندگی کرد. این نوشته در حقیقت به اون اشاره داره، میگه که این دوستان خوبم در این مجله یاد اون سال‌های می‌افتم که حرفی برای گفتن داشتم و نوروزها داستان‌های عیدانه می‌نوشتم. حالا دیگه یک سالی میشه که دل و دماغی ندارم. قلم رو کنار گذاشتم یا قلم مرا کنار گذاشته، فرقی نمی‌کنه. روزگاری جای خواندن برای نویسنده بهترین کار این است که وقتی حرفی برای گفتن نداره نوشتن رو کنار بگذاره. اخوان سالس هم گفته بود رسیده ایم من و نوبتم به آخر خط. و به این ترتیب شروع میشه. بعدش یک نوشته است: آزی جا اذیتم نکن جانم، از مهدی افشارنیک. یک قصه کوتاهی انگار از وسط رمانش اومده است. دوتا رمان فوق‌العاده خوب نوشته است مهدی افشارنیک روزنامه نویس و اینک دیگه باید گفتش که دیگه از خلعت روزنامه نویسی خارج شده و تبدیل به نویسنده شده، بسیار خوش قلم و خواندنی که خوانده‌هاش ناگزیر هست برای کسی که میخونه. همین قصه گرچه طولانی است ولی فوق‌العاده است وقتی که شما میخونید و به راز نگاه او پی میبرین توش. اما بذارید بگم که در بخشی از مجله نفیسه مرادی هم مطلبی داره با عنوان صمیمیتش لبخند به لبم آورد. شعر میده خیلی با بیان خوب از ملاقاتش با آقای منوچهر بدیعی. منوچهر بدیعی مترجم قدیمی که الان دیگه در مرز 80 سالگی هست و مشغول تمام کردن کار دراز به طول کشیده اولیس جیمز جویس. و اتفاق عجیبی داره در اینجا میفته و شعر میده از سخنان ایشون، ولی بعدش موفق میشه که یادداشتی از آقای ودی میگیره که این یادداشت در جواب مالی خولیای کهتری اسمشه و در جواب اوناست که میگن ایرونی‌ها کتاب نمیخونن. میگه بسیاری میگن ایرونی‌ها کم کتاب میخونن. آمارهایی هم که از میزان کتابخوانی در ایران ارائه میشه گاهی این ادعا رو نشون میده که متوسط زمان مطالعه ایرانیان روزانه 2 دقیقه است. بعد از این است که ایشون اشاره میکنه که به اعتقاد من ما وقتی میشنویم ایرانیا 2 دقیقه و 3 دقیقه کتاب میخونن دچار مالی خولیای کهتری میشیم. من نمیدونم این آمار از کجا میاد ولی به نظرم میرسه که آماری است که دیر رقمی به دست اومده است، تقسیم شده به 83 میلیون نفر. بی اینکه توجه داشته باشیم که از میان این 83 یه عده زیادی اصولا در زمینه کتابخوانی نیستند یا اصولا کتابخوان نیستند یا در سنش نیستند.
به هر حال تبلیغات هم خیلی قوی بوده. بعد از این است که استاد ذکر میکنه از انگلستان، میگه که این صحبت که وقتی در انگلیس وارد اتوبوس میشی میبینی کتابها از جیبهاشون در آوردند مردم و مشغول خواندن هستن، از سوی ایرانیان که به غرب رفتن بسیار شنیده شده. جمله رو هم با حسرت بیان میکنند. اما در اتوبوسهای انگلستان چه کتابی میخونن؟ من رفتم نگاه کردم، به این نتیجه رسیدم که اگه اسم خواندن کتابهایی که در اون اتوبوس ها مطالعه می شود کتابخانی است، خواندن کتاب ها چیز چندان مفیدی هم نیست. نشون به این ترتیب داره میگه که خیلی هم احساس حقارت نکنیم از آمار کتابخانی در ایران. با هم نگاه گذرا کردیم به همشهری داستان. اجازه بدید که برم سراغ چند تا از نظرهای شما. خیلی زیاد نظر اومده در مورد نوروز، پرسیده بودم. فریده شمنده چندین ساله ای ماست، اسمش رو همیشه من به یاد دارم، نوشته بدترین نوروز در 67 سال سنی که دارم هستش. ما 8 سال جنگ در اهواز زیر توپ و موشک و بمباران هوایی بودیم، الان مقایسه میکنم با نوروز در جنگ، بدتر از 8 سال جنگ هستش. فریده جان اینطور نخواهد موند و ایام غم تموم میشه. سینا نمیشته سلام صبح بخیر، وقتی حکومت نمیخواد هزینه برای رفاه مردم بکنه امیدوارم تحریم ها برداشته نشه. این حکومت مردمش رو گروگان گرفته تا به اهدافش برسه. اردشیر نمیشته هیچ حس و حال نوروز نبود، اما همین که رسید به خودم گفتم چه خوب که حداقل نوروز هست و چه خوب که هرچه بشه باز نمیتونه سد راه نوروز بشه. چه خوب گفتی. عرض کنم که شنونده دیگه برای ما نوشته شهرام، نوروز امسال هم تعریف داده، دقیقا همون کاری رو میکنیم که مردم تو کشورهای دیگه میکنن که اصلا نمیدونن نوروز چی هستش. شاهین نوشته اخراج پزشکان بدون مرز از ایران نشون داد که طرفداران فرقه‌ای مکتب فکری رهبر ایران حتی در شرایط سخت و بحرانی یه از بین رفتن اندوه بار شهروندان ایرانی هم حاضر به کوتاه آمدن از تفکرات بدبینانه و تنفرآمیز خودشون نیستن. عرض کنم که شمعه دیگه بهرام نوشته امسال قطعا عجیب ترین نوروزی هست که دیدم، با ماهواره میبینیم یا در فضای مجازی هستیم، هیچ کس رو نمیبینیم، حتی خواهر برادرم از ترس مریض شدن مامان بابا اینجا نمیان. بهرام از کرمان، بسیار کار خوبی میکنن بهرام جان، تموم میشه ایشالله دیدارها تازه میشه. اما اجازه بدید که دیداری تازه بکنیم مجازی با شیداس به کاویانی و دنیای پر از هیجان جدول پرفروش در این ترانه‌های موسیقی در بریتانیا. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. Live and Let Die as Paul McCartney and Wings. خب در هفته‌های پیش نگاهی داشتیم به چندی از محبوب‌ترین آهنگ‌های فیلم‌های جیمز باند، از شیلی بسی تا بیلی آیلش، از لوی آرمسترونگ تا نانسی سیناترا. حالا رسیدیم به یکی از ماندگارترین اونها، لیو اند لت دای، آهنگی که شبیه هیچ یک از آهنگای باند نیست و شاید به همین جهت از سوی منتقدین بهترین اونها به حساب میره. اول آروم شروع میشه، بعد به شعر یک راک اپرا تبدیل میشه و در نهایت در فانک تموم میشه. پول مکارتی و همسرش میندا اونو در سال 1973 برای فیلم لیو اند لت دای جیمز باند ساختن. تهیه و تنظیم ارکستر هم از جورج مارتین، تهیه کننده نامی گروه بیتلز بود. این اولین آهنگ راک برای موسیقی فیلم جیمز باند بود و از موفق ترین هاش. نامزد جایزه گرمی شد، به رده 2 جدول آمریکا رسید و تا سال 2012 بیش از 40 میلیون بار از رادیو در آمریکا پخش شد. آهنگ خیلی بازخوانی شده، محبوب ترینش از گانز اند روزز از سال 1991 روی آلبوم Use Your Illusion. خب این هفته جدول تکوان ما. I'm just a loser, shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just a thinking about where I should have been. I've been lonely. Water pouring down from the ceiling. آهنگ
سوپر لونلی از بنی شماره 22 در عدد سون بود. I don't wanna see me, I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world, it's a mad world. All of my friends know it's heaven. استلا بنت تهیه کننده از اوکلند نیوزیلند، این اولین آهنگ موفقش در بریتانیا ولی در نیوزیلند یک ستاره است. آهنگ سوپر لونلی با صدای خواننده آمریکایی گاس دپتون از مینی آلبوم استلا اند استیو از سال 2019. امسال با چالش رقصی ازش در اپ تیک تاک بسیار محبوب شد و با این محبوبیت دروازه جدول بریتانیا رو گشود. Stupid Love از Lady Gaga شماره 15 است، ثابته. اولین آهنگ از آلبوم جدید لیدی گاگا به نام کروماتیکا که قرار بود در ماه آپریل به بازار ارائه بشه ولی به تعویق افتاده به خاطر ویروس کرونا. اما این فقط گاگا نیست، خیلی دیگه از هنرمندهای دیگه هم کنسرت ها آلبوم هاشون رو به تعویق انداختن، از جمله الیشا کیز، سام سمیت، ویلی نلسون، پرتندرز، تایم و کلان. از جوالی پا شماره 7 یه رده سو. دومین آهنگ از آلبوم جدید دوالیپا که برخلاف بقیه یک هفته ارائه آلبوم رو جلو کشیده، هفته آینده آلبوم فیوچر نوستالژا راهی بازارها خواهد شد. دوالیپا در این باره گفت که مطمئن نبود که این کار درستی است زمانی که خیلی ها از این ویروس آسیب دیدن و یا جان خود رو از دست دادن، ولی فکر میکنه که چیزی که ما بیشتر به اون احتیاج داریم کمی شادی و دیدن نور در آخر تونل. قبلی ها 10 جاستین بیبر، 9 امینم، 8 دوجا کات. As I say my name, first class flight to LA, as soon as I land with a paper plane. Soon touch back in the ends, 110 on the M trying to take a chance. Big fat stack in my bag when I unzip that for the make it rain. Oh, hang your rain, as H by AG Tracy, show what I say, sob it. What's going on, why am I wet, gal that's rain. Car when we run down it's rain, right wrist and left wrist that's rain. She said what on, what's going on, why am I wet, gal that's rain. Me and R kid doing up money, gal on curry, neck McFlurry. When you slap your seats, that's funny. همکاری H رپر از منچستر بریتانیا با AG Tracy رپر اهل لندن. آهنگ تهیه شده تی کیت تهیه کننده آمریکایی از ممفیس که تا به حال آهنگای موفقی برای دریک، لیل وین و تراویس کات تهیه کرده. این پنجمین آهنگ H در بین ده تای برتر در کمتر از یک سال. قبلی ها 6 دوالیپا، 5 جول کوری، 4 رودی ریچ، از دو The Weeknd رد میکنیم. این هم ساعتشون این رفته. آهنگ روزز از سینت جان پر فروش دارین آهنگ بیچمانی ها. بله، ماه پیش بود که آهنگ رو شنیدیم، هنوز در بین ده تای بدتر بود، اما بعد از 11 هفته صعود از آهنگ بلایندینگ لایتس دی ویکند که 5 هفته سردشین بود پیشه گرفت. رقابت تنگ و تنگی بود، فقط 210 نسخه تفاوت بین اول و دوم بود. آهنگ روزز از سینت جان اول در سال 2016 رای بازار شد ولی در سال 2019 تهیه کننده جوان قزاق ایمان بک اون رو ریمیکس کرد و این نسخه به طور تدریجی در تمام دنیا محبوب شد. و پایان برنامه کوچه فری.
آهنگ Joys of Drinking از من هو. نوروزتون پیروز. دفعه آینده خدا نگهدار. میدونید که میتونید برنامه رو هم پادکستش رو گوش کنید، هم از طریق وبسایتمون گوش کنید، هم از طریق ساوندکلاود گوش کنید. soundcloud.com/bbcpersian. از طریق تلفن های همراه دنبال چشم‌انداز بامدادی بگردید. یک کوچولو دیگه موسیقی رو گوش کنیم، برگردیم براتون خبر داریم. دلمون میخواست که با موسیقی برنامه رو تموم کنیم، اما چه کنم که خبرهای روز و درشت ایران اجازه نمیده، دست از سر ما بر نمیداره. گوش بکنید به سایر خبرهای ایران، هرچی تا الان نگفتیم رو در ایران در یک نگاه. مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از اختصاص 2 سالن از مجموعه نمایشگاه بین‌المللی تهران به نقاهتگاه بهبود یافتگان بیماری کرونا خبر داده. بهمن حسین‌زاده به خبرگزاری ایرنا گفته این نقاهتگاه هم اکنون با ظرفیت 2000 تخت خواب در 2 سالن از سالن‌های نمایشگاه ایجاد شده و قابلیت افزایش سریع به 3000 تخت را هم دارد. رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران میگوید این شهر هنوز به نقطه اوج بیماری نرسیده. علیرضا زالی گفته با خروج مسافران از تهران چرخش ویروس کرونا متفاوت شده و باید دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای در فاز دوم سفرها دنبال شود. وزارت بهداشت ایران میگوید در صورت دست نیافتن به روش‌های درمانی جدید، واکسن و ثبات میزان مصری بودن و بیماری‌زایی بودن کرونا، روند طبیعی این بیماری در سال‌های آینده در ایران هم ادامه خواهد داشت و احتمالاً تا 63% از مردم را مبتلا خواهد کرد. وزارت بهداشت ایران پیشتر پیش بینی کرده بود تا پایان اردیبهشت ماه امسال دست کم 811 هزار نفر و دست بالا 1 میلیون و 160 هزار نفر در این کشور به ویروس کرونا آلوده شوند. فرماندار دلگان میگوید بر اساس برآوردهای اولیه سیل 80 میلیارد تومان به جاده‌های دلگان خسارت وارد کرده. به گفته مجتبی شجاعی موج دوم آب‌آوری و تخلیه آب سیلاب اخیر استان کرمان باعث خسارت‌های سنگین از جمله تخریب پل‌ها، تخریب آبنماها و جاده‌ها شده. در روزهای نخست فروردین امسال استان‌های جنوبی ایران با بارش شدید و سیل مواجه شد که بعداً دامنه باران‌های سیل‌آسا به استان‌های مرکزی و شمالی هم کشیده شد. و افلاطون سهرابی رئیس انجمن زرتشتیان شیراز بر اثر ابتلا به بیماری کرونا در یکی از بیمارستان‌های این شهر درگذشت. مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس با اعلام این خبر مرگ او را به همکیشان وی و جامعه ادیان توحیدی فارس و کشور تسلیت گفته است. افلاطون سهرابی متولد 10 شهریور 1326 در شهر یزد سالها ریاست انجمن زرتشتیان شیراز را به عهده داشت. و به این ترتیب به پایان چشم‌انداز بامدادی بی بی سی از لندن رسیدیم. شنوندگان عزیز تکرار میکنم که همواره میتونید با ما تماس بگیرید با تلفن ما در لندن 2044-370-412-2222 و آدرس ایمیل ما bamdadi@bbc.co.uk و از طریق تلگرام هم میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام. از طریق فیسبوک facebook.com/bbcpersian. به پایان پخش تلویزیونی چشم‌انداز بامدادی بی بی سی از لندن رسیدیم. برنامه چشم‌انداز همچنان تا 1 ساعت دیگر از طریق رله‌های رادیویی ما ادامه پیدا خواهد کرد، از طریق امواج ماهواره‌ای ما، از طریق موج متوسط رادیویی 1413 کیلوهرتز و از طریق امواج کوتاه 25 21 25 31 و 41 متر. به اتفاق فرج بالافکن تهیه کننده برنامه، من علی همدانی تا بعد اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی.